درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زری‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن توجه میکنن. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر، خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه فقط اطلاع رسانیه، به هیچ عنوان جنبه حقوقی به حساب نیاد. اگه میخواید مشاوره حقوقی داشته باشین، لطفا با شما تلفنایی که پای صفحه تلویزیون میبینید تماس بگیرید با دفتر آقای دکتر و مشکلاتتون با امید خدا حل بشه. خب آقای دکتر، وارد بهار شدیم و دیگه همه ها هوا کم کم رو به خوب و گرم میذاره و همین به همین خاطر انگیزه میشه واسه بیزینس کردن، تفریح کردن، که این کرونا پدرمون رو در آورده. وضع دادگاه ها چطوره؟ دادگاه ها ممکنه بازم همچنان به همون روال سابق ادامه داشته باشه؟ عرضم بوده شما که بله، فصل بهار و فصلی که آغاز شکوفه هاست و همه داریم یواش یواش به هوای گرم میرسیم و لذت میبریم. حتی هنوز یه مقدار هوا بفهمی نفهمی بارون و برف، بارون یخی و برفای ریز میاد، زور خودشو میزنه منتها در تموم شده. آره دیگه تموم شده، آخرین تلاشاشو داره. و همچون که بهار یک جان جدیدی رو به طبیعت داده، در کنارش هم خب با توجه به که کرونا یه مقدار زیادی کنترل شده و دولت هم به اصطلاح اکثر مردم سه تا شاتشون زدن و دیگه نیاز نیست که ماسک افراد داشته باشن، دادگاه هم به همین سمت میرن که یواش یواش برگردن به روال عادی اگر امکان پذیر باشه. و اخیراً هم همچون که مثلا عزیزان ممکن مطلع باشن، بحثی که وجود داره اینه که ریاست دیوان عالی در ارتباط با دادگاه های عالی و همچنین دادگاه های آنتاریو کورت آف جستیس، این دوتا الان یک سری رهنمودهایی رو دادن که الزام آوره برای وکلا و برای افرادی که به دادگاه مراجعه میکنن و اینکه یواش یواش اگر کسی بیاد و دادگاهی رو تعیین بکنه، این دادگاه میتونه از راه دور نباشه، بلکه عزیزان که میشن موکلین و همچنین وکلای محترمشون باید تشریف ببرن دادگاه و پرونده رو حضوراً مطرح کنن. و عملا ما میریم به اون سمت که یواش یواش این مسئله حل شه و دیگه راه دور از بین بره و یا کمتر بشه، مگر شرایط ایجاد بکنه. یعنی خب الان شرایطی داریم که بعضی از موکلا در خارج کشور هستن و امکان نداره که تشریف بیارن در کانادا، یا ممکنه هم شرایطی باشه که افراد در زندان باشن و نتونن در دادگاه حضور پیدا کنن. اینها هنوز استنباط من اینه که، حالا ممکن اشتباه باشه، ولی استنباط من اینه که هنوز ما میتونیم از قضات و دستگاه قضایی بخوام که از راه دور این مرحله برگزار بشه و به نقل گفت ویرچوال میتینگ برای موکل برقرار شه. حالا ممکنه که وکلاشون ملزم باشن در دادگاه حضور داشته باشن، به سوالات قاضی حضوراً جواب بدن، و ولی خب موکل از طریق واتساپ بتونه با وکیلش تماس بگیره و یا در دادگاه حضور غیر رسمی داشته باشه. آقای دکتر، این کرونا باعث شد که یک نوآوری هایی در همه زمینه ها به وجود اومده. در مورد خب دادگاه هم همینطور که از راه دور از طریق زوم و واتساپ و سایر دیگه به اصطلاح حالت تلکانفرانس یا با هم دیگه در ارتباط بشن، اون وقت این قضات نیازی هست که تو خود دادگاه باشن که این جلسات آنلاین ورچوال عملی بشه، یا اینکه به اصطلاح از هر جایی میتونن این ارتباط رو برقرار بکنن، دیگه نیازی نباشه که عملا برن تو ساختمان خود دادگاه؟ یعنی در حقیقت سوالی که میخوام بکنم اینه که آیا میتونه اون دادگاه هایی که هستش، ساختمانش هست، یک عده قضات اونجا باشن، یک عده قضات از طریق خونه و جاهای دیگه، دفاتر دیگه، اینو این کارهای دادگاهی رو انجام بدن که سرعت عمل پیدا بکنه برای محاکمات و چیزهای دیگه؟ ببینید، یه مطلبی رو که مهمه و لازمه که عرض بکنم اینه که کرونا
به وجود آورنده این نش بوده که بگیم تلفنی مثلا دادگاه ها برقرار نشه یا ویدئویی برقرار نشه، بلکه قوانین ما در موارد مختلف پیش بینی رو کرده که افراد میتونن تو دادگاه حضور پیدا کنن و حضورشون میتونه با تلفن باشه، یعنی پارتیسیپیت کردن افراد و شرکت افراد در دادگاه میتونه با تلفن باشه یا با ویدیو کانفرنس. تلفنی که یعنی میخوام بگم این اولین بار نیست که ما از تلفن استفاده میکنیم برای امر دادگاه. 25 سال پیش من یادم میاد در یه دادگاه شرکت کردم که طرف از طریق تلویزیون دیده میشد. ویدیو کانفرنس بود و اون حرف میزد، اون گرچه ما رو نمیدید منتها دادگاه میدید، اونو تصویر اونو میدید. ببینید من یادمه که سال 96 بود، 1996 بود یا 97 بود یادم نمیاد، میگه این دو سال بود که خود من در یک پرونده اداره مهاجرت شرکت کرده بودم، ایمیگریشن دیویژن بود، و در اونجا یادمه که موکل من با توجه به که دیپورتی بود، ایشون خودش حاضر نشده بود که در به پلیس یا به مقامات اجرایی معرفی کنه، ایشون رو پیدا کرده بودن و تو زندان بود. دادگاهی که ما شرکت کردیم تو فکر کنم دادگاه 74 ویکتوری استریت بود یا 76 ویکتوری استریت بود، تو اونجا که من شرکت کردم موکل منو نیوردن توی دادگاه، بلکه من بودم، نماینده دولت بود و ریاست اون تریبونال بود که میخواست تعیین کنه که چه حکمی بده بابت اینکه آزاد بشه یا نشه. موکل من تو دیتنشن بود، تو بازداشتگاه بود و تو بازداشتگاه ایشون رو اومده بود تو جلسه دادگاه شرکت میکرد. یعنی میخوام بگم اولین بار نیست، من سال 1996-97 یادمه که تو دادگاه آنچنانی ما شرکت میکردیم با توجه به شرایطی که هزینه بر بود برای دولت، چون من هر صورت خب میخوان یه نفر از بازداشتگاه بیارن، ماشین بیارن، چیز کنن. تو اون مقطع تشخیص داده بود که بودن که دادگاه اونجوری شرکت بشه. در یه موارد دیگه هم من یادمه که ما در دادگاه های دوباره اداره مهاجرت که شرکت میکردیم، بعضی از دادگاه تو خود زندان تشکیل میشد. یعنی من یادم در بازداشتگاه بودیم، قاضی بود، من بودم، نماینده دادستان بود توی اتاقک کوچیک تو خود بازداشتگاه بودیم، دادگاه اونجا تشکیل شد و بحث این بود که آقای موکل باید آزاد شه از زندان یا باید ادامه پیدا کنه توی زندان بمونه. یعنی میخوام بگم که ما در موارد مختلف قبل از کرونا، برمیگرده به سالهای شاید مثلا 20 خورده سال قبل از اینکه اصلا کرونا مطرح بشه، ما در کانادا از امکانات مثل ویدیو یا تلفن کانفرنس استفاده می‌کردیم. یعنی این نبود که به اصطلاح من یه دونه جلسه دادگاهی داشتم تو برمتون بود و قاضی دستور داد که با توجه به شرایطی که بود، فکر می‌کنم که سال 2018 یا 2019 بود، قاضی دستور داد که با توجه به که من توی تورنهیل هستم و دادگاه در برمتون بود و قاضی یه سری مسائل رو می‌خواست بررسی کنه و نظر چیز بده، دادگاه رو تلکنفرانسی برقرار کرد. گفتش که من فکر میکنم که با تاجی که دلیلش هم بیشتر من بودم، ایشون از تورهیل بخواد بیاد، طرف مقابلم وکیل نداشت، گفت شما روی خط بیاین، ایشون هم چیز کنه. یعنی میخوام بگم لزوماً حضوری نبوده همیشه، میتونست در موارد مختلف با توجه به دلایلی که قاضی تشخیص بده دستور بده که جلسه مثلا در خود جلسه دادگاه باشه یا نه آنلاین، نه تلکانفرانس آنلاین پدیده جدیدیه، بیشتر میشه گفت بیشتر تلکانفرانس باشه یا تلفنی باشه، که امروزه خب بحث ما تو دادگاه رو همینه که دوام من یه دادگاهی دارم رو همینه که موکل من مثلا نمیتونه یه سری توی دادگاه حاضر تو دادگاه توی جلسه ای حاضر بشه که اون جلسه از طریق آنلاین خاصیه که اون آنلاین خاص ممنوع المبارزه ممنوع چیزه ممنوع استفاده است در کشور مربوطه. یعنی میخوام بگم ما در موارد مختلف این مطلب رو داشتیم و خواهیم داشت. به طور کلی منظور من اینه که اگر خود دادگاه، یعنی حضور فیزیکی قضات در خود دادگاه این برنامه رو انجام میده، یا اینکه این قاضی میتونه تو خونه یا یه جای دفتر دیگه باشه که اون دادگاه آزاد باشه واسه برگزاری محاکمات دیگه.
ببینید قاضی، حضور قاضی واسه ما مهمه. قاضی میتونه در خونش جلسه رو برگزار کنه که امروز ما به طور آنلاین ویرچوالی یکی از قضات بسیار خوب در قسمت فامیلی لا داریم که من میبینم که اینها در منزلشون هنوز هستن، یعنی از نحوه بکگراند چیز میبینیم، از اینکه لباس مخصوص قضاوت تنشون نیست میبینیم که این قضات محترم در منزل تشریف دارم و مثلا لباس قاضی نمیشه توی خونه که باشه. نه ببینید یه لباس داریم مثل لباس اداری که معمولا آقایون قاضات یا خانمایی که قضاوت میکنن میپوشن که لباس اداریه، مثلا مال ما معمولا کراوات، معمولا کت، شلوار رسمیت داره، رسمیت داره که این وظیفه ما هست که در دادگاه حتی اگر مثلا ویرچوال باشه ما باید این لباس رو تنمون بکنیم، مثل امروز که من در خدمتتون هستم یا شما که تشریف آوردید. ولی قضات یونیفرم به خصوصی داره، ولی اگر در باشه بله قضات در مراحل مختلف بستگی به مرحله پرونده داره، ولی در بعضی از جلسات دادگاه لباس مخصوص داره. بله اگر مو اصطلاح ما بهش میگیم موشن یا ترای، در این دو مرحله قضات معمولا لباس قضاوت خاصی رو میپوشن، یعنی لباسی میپوشن که بر اساس اون لباس قضاوت مشخصه. خود ما اگر کیتی بشه بهمون دارن اعلام میکنن که جلسات اگر در دادگاه باشه برای موشن اصطلاحا میگم بریم میبایسته لباس مخصوص خودمون رو بپوشیم که بتونیم تو جلسه دادگاه حاضر بشیم. ولی به طور کلی آیا فکر میکنی که این چیزی که گفتم عملی باشه که خود برای اینکه حجم انباشته پرونده ها بتونه سریعتر پیش بره، آیا تعداد قضاتمون کمه، قاضی کمه که مثلا هم ورچوال باشه هم پرکتیکلی یا عملا در خود دادگاه برگزار بشه؟ ببینید به نظر من تو دادگاه ها میتونه برگزار بشه، ما کم بوده محل نداریم در حال حاضر، کمبود قاضی داریم در حقیقت. دلیلی که میگیم کمبود قاضی داریم اونم بر اساس اینه که تعداد پرونده ها زیاد شده. بله. و چون تعداد پرونده ها زیاد شده این پرونده ها نیاز به این داره که بررسی بشه، به مرحله تصمیم گیری گرفته بشه. از این لحاظ که این فشار هست توسط قوه قضاییه که تانجی که امکان داره بتونن مراحل رو کم کنن، ولی حضور تعداد بیشتر قضات مسلمه که کار رو سرعت میده. و خب اینا هم خب قضات ما خیلی زحمت میکشن، تعدادشون کمه. اینا یک دوره به خصوص رو میبینن که به مرحله قاضی میرسن، به مقام قاضی میرسن. ببینید برای اینکه یک نفر قاضی بتونه بشه باید حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشه، یعنی میبایستی که در به عنوان یک وکیل 10 سال کار کرده باشه در زمینه حقوقی به عنوان یک وکیل. خب شما که 20 سال بیش از 20 سال مثلا سابقه بعد از اونجا که بعد از اینکه 10 سال تموم شد اگر دوست داشته باشه فرد کوالیفاید میشه که بتونه اپلیکیشنش رو برای قضاوت تسلیم مقامات قضایی بکنه. امتحان به خصوصی هم داره؟ امتحان نداره، مصاحبه حتما داره ولی امتحان نداره. چون مثلا وکلا و یا دکترا که میخوان بشن یک سال مثل یه انترنی رو میبینن، اینا هم مثلا شاید بغل دستشون یه قاضی دیگه هم باشه که ببینن چجوری قضاوت میکنه. خب مسلمه که یک نفر وکیل وقتی میخواد قاضی بشه ممکنه که یک دو جلسه تو همراه قاضی ببینه که انوایرمنت رو تست بکنه، که اگه مثلا ما همیشه در مقامی هستیم که درخواست داریم. بله. اوردر رو نمیدیم، ما درخواست اوردر میکنیم، ما درخواست میکنیم که قاضی نظر بده، واسه ما مهمه که قاضی در پرونده نظر بده. ولی وقتی که ما میرسیم به مقام قضاوت خب دیگه انوایرمنت فرق میکنه، طرف دیگه اگه مثلا یه نفر قاضی باشه که کار بسیار سختی هم هست، تو میگم کار آسون نیست، با توجه به اینا بسیار موارد ما متوجه میشم، ولی خب باید بشینه پرونده رو بررسی کنه، ماشاءالله دو تا وکیل خوب زبده اومدن اطلاعات رو یه جوری آوردن که بعضی مواقع کانفلیکت با هم داره، از این لحاظ که باید از وسط اینا در بیاره که واقعا چی هست و چی چیزی میتونه به اصطلاح کمک بکنه و اصحاب دعوا و حق رو به حقدار بده. تا از این لحاظ که میخوام بگم که کار خیلی سختیه، یعنی به نظر من وکالت راحت دادگاه شبانه داره. نداریم در در کانادا والا من در دادگاه شبانه، من خودم در یه دادگاه شرکت میادم میاد سال 2001 بود اگه اشتباه نکنم که
ساعت 8:30 شب بود که به اصطلاح پرونده مطرح بود، جنایی نبود، حقوقی بود، ولی به هر صورت ساعت دادگاه شب بود. یادمه که من شرکت کردم که درخواست بکنم که پرونده به چه مرحله باید برسه. بعد درخواست رو حکم کردم از قاضی و قاضی حکم داد. ولی معمولا ندیدم که دادگاه ما در دادگاه فامیلی، چون الان من دیگه فقط فامیلی رو انجام میدم، ندیدم که دادگاه شبانه باشه. معمولا ساعت 4-5 دادگاه دیگه تموم میشه. نه اینکه کار قضات تموم میشه، دادگاه دیگه نمیشنه جلسه دادگاهش میشه، ولی مسلم مراحل اداری هست که پرونده ها رسیده. حالا احکام قاضی، ببینید میگم کار خیلی سختی همینه که قاضی مثلا اول صبح یا وسط روز دو سه تا پرونده رو بررسی میکنه، 5 تا پرونده رو بررسی میکنه، میخواد حکم بده. خب همین که بخواد حکم بده، بنویسه حکم بده، خب بعضی از احکام خیلی راحته، ولی بعضی از احکام نیاز به فکر داره. مثلا اگه تو موشن باشه، خب ایناست که یه موقع ممکنه تا پاس از شبم وقت بره. یعنی میخوام بگم کار سختیه، کار بسیار. قبلا هم در مورد گفته بودم یک نمایش کمدی بود در تلویزیون که نایت کورت بود و کمدی بود البته، ولی به همین خاطر من فکر کردم که در آمریکا که باشه احتمال داره که در کانادا هم باشه یه چنین چیزی. ببینید قضات کشیک دارن، من مطمئنم که قاضی کشیک وجود داره، به دلیل اینکه مسائلی پیش میاد در زمینه‌های مختلف که نیاز هست که بعد از ساعت اداری یک قاضی دسترسی بهش پیدا بشه. من اینو مطمئنم. یعنی دیدم که حتی مثل پلیس که مثلا شیفتی کار میکنن، مسلم الان ما قاضی داریم که در امور کریمینال یا در امور فامیلی یا در امور دیگه ممکنه کشیک باشه. این به این معناست که کار ایمرجنسی پیش میاد که احتیاج دارن که دستور قضایی داشته باشه. مثلا بچه میخواد روبیده بشه، الان یکی از پدر یا مادر متوجه که بچه نیست و مثلا همسر سابقش و همسرش بچه رو دزدیده، ولی آیا در داخل کانادا است یا میخواد از کانادا خارج شه، متوجه شده مثلا دو ساعت بچه چیز شده، سریع پرونده رو باید آماده کنن بدن به یک وکیلی، وکیل سریع پرونده رو آماده کنن به نظر قضایی بسن که همچی هست که ممنوع خروجی بچه رو بگیره هست هر جز سریع تر، یا مثلا میخوام برن یه کاری بکنن، متوجه شدن یه اتفاقی داره میفته، میخوام وارد یه خونه بشن، وارد چیزی بشن، باید صبر بکنن باید حکم رو بگیرن، ولی حکم باید از قاضی بگیرن، به تبع اطلاعات باید سریع به قاضی برسونن، قاضی حکم بده که اینا بتونن وارد شن. بله بله. و از این لازم که ما قضات رو بگیرن وقت نبا تلف کرد حد اکثر چیز، ولی متاسفانه وقتمون تمام شد. آقای دکتر استدامه کنم، حرفای شیرین شما باعث میشه که ما زمان رو فراموش میکنیم. از شما سپاسگزاریم به خاطر اطلاعاتی که دادید. با تشکر از شما آقای زریمه و با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی تی سی که این برنامه رو در سرتاسر دنیا هر جایی که هستن میتونن ببینن. امیدوارم که اطلاعات این حقیر مفید واقع شده باشد. بله، از شما بینندگان گرامی هم سپاسگزاریم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خدا حافظ.